کسی که در این صنعت، در صنعت فروش مستقیم اسطوره‌ایه و بیش از نزدیک به 40 سال تو این صنعت فعالیت داره. از یک دبیرستانی اخراجی و زندان رفته، امروز تبدیل شده به یک آدم فوق‌العاده موفق. بر همین وقت رو تلف نمی کنیم، بریم سراغ مستر رندی گیج. Hello, Randy. Hey, Chaim. Great to be on with you. And good evening to everybody in Iran and Afghanistan and anywhere else where you're watching tonight. We have two. ما الان دو یا سه نسل رو داریم که بهشون میگن نسل دیجیتال. کسانی هستن که موقعی اومدن وارد، اصلا به دنیا اومدن وارد کار شدن که چیزایی مثل اینترنت، تبلت، گوشی های هوشمند اینا وجود داشته و اینا نسل دیجیتال هستن در حقیقت. At a time when the internet wasn't available. Generations like و در کنارش نسلی مثل نسل منو دارید که در زمانی اومدیم کار انجام دادیم که اصلا چیزی به اسم اینترنت وجود نداشت. Two biggest دو تا موضوع مثلا حیاتی و بحرانی در زمانی که من کار میکردم، ماشین فکس و رسوندن کالا مثلا به موقع بود. در حقیقت ماه شما موقعی بسته میشد که چک پورسانت شما توسط پست در آخرین روز مثلا ماه by midnight on the last day of the month. And you didn't know شما تا روز 20 ماه بعد که این مامور پست بالاخره این چک رو بیاره، نمیدونستی که اصلا پورسانت چقدره و کلا همینجوری رو هوا داشتی ادامه میده. و محصولای ما با کامیون وانت مثلا فرستاده میشد برای تاپ لیدرهایی که پذیرفته بودن این وظیفه رو بر عهده بگیرن. محصولا میرفت بر اونا و اونا می اومدن دونه دونه نفر بین نفر رو توزیع میکرد. اما آدم هایی مثل که توی این دست کار کردن، خب هنوز ما هستیم نمردیم. Close. دیگه نزدیکای مرگ باشیم. متأسفانه هستیم هنوز. هنوز همین آدمای این نسل خیلیاشون لیدرهای این سنت. ولی در کنارش کسانی داریم که مال نسل دیجیتالن و اصلا از موقعی که شروع کردن دوباره همچین امکاناتی وجود داشته و اینها هم خیلیاشون لیدرهای موفق این سنت. این آدم ها با اینستاگرام بزرگ شدن، با گوشی هوشمند بزرگ شدن، به خوبی توی یه جایی مثل اینستاگرام میتونن کارهای فوق العاده ای انجام بدن، بیزینسشون رو بسازن.